دوستان میخوام یه دونه ایده بیزنسی بهتون بدم. برای دوستانی که دنبال ایده میگردن بیزنسی بزنن و چیزی که وسایلش هم همه در ایران موجوده. ایده زدن یک کارخونه است که جلیقه درست کنه. این جلیقه رو که میبینید تن منه، اسمش سکات وست. سکات که میگم با سین شروع میشه، نگید سکات وست، ولی به هر حال منظور همونه، سکات وست. این آقای سکات وست جلیقه هایی درست میکنه که تا دلتون بخواد توش جیب و جای قایم کردن داره و اصلا تعداد جیب ها و جاهایی که داره به قدری زیاده که شما نمیتونید همه رو پر کنید. در واقع 26 تا جیب داره این جلیقه. الان من بعض جاهاش رو نشون میدم. اینجا مثلا جای خودکارهای منه، خودکارم توش هست، چراغ قوه هست، نمیدونم، و کریدیت کارت هم هست، پول نقد هست، کلیدای خونه هست. کلیدا حتی به یک وسیله وصله که نیفته موقع، چون کلید خیلی مهمه گم نشه. الان بهتون نشون میدم ببینم میتونم درش بیارم. در این کلیدای منه که وصله به یک سیم، نمیتونه جیبم بیفته. جای عینک هم کجاست؟ جای عینک اینجا. دستمال پاک کردن اینه که با بند وصله، از جاش نمیفته. بنابراین فکر همه چیز کرده، یعنی اینجا جای کردیت، جای بیزنس کارته که بزنید که آدرستون رو گم شدید بتونن پیدا کنن کاپشن مالکیه یا جلیقه مالکیه. جای خلاصه هر چی که فکر میکنید داره. حالا مقداری هم خودش آدم رو گرم میکنه بماند، بالاخره لباسیست، جلیقه‌ایست. ولی هدف اینه که 26 تا جای مختلف براتون همه چیتون رو چنان قایم کنه که در حالت عادی دیده نشه. هستن جلیقه‌هایی من دیدم که خیلی قشنگ مشخصه، چند تا جیب از رو زدن که اصلا قشنگ مشخصه. ولی این تمام هدفش این دیگه کاری کنه که جلیقه به نظر خیلی معمولی بیاد و زیاد سراسون باشه به شما نشون نده، یا به کسی نشون نده که جلب توجه کنه. این روزا به خود جلیقه مثلا رنگ سربازی اگه بزنید، این قشنگ مشخصه که شما توریست هستید و خیلی جامعه نمیخواید توریست شناخته بشید. یکی دیگه از علامه توریست بودن داشتن دوربینه. دوربین رو زنید دوشتون، بخصوص دوربین های قدیم، چیز بزرگ، کانون و اینجور چیزها، کاملا معلوم میشه که توریست هستید. حال این یک کاری میکنه که کمتر شما رو توریست نشون بده و محافظ باشه. حالا این چیزای مثل اینو تو امریکا از شاید 40 دلار به بالا میشه خرید. این چون آقای سکات وست معروفه و حالا هرچی، 180 دلار قیمتشه، ولی فکر کنم ارزش رو داره از داره کیفیت و ایناش. من حدس میزنم که یکی مثل اینو قبلا داشتم ولی بعد چی کارش کردم و چی شده اصلا نمیدونم. یه بار میدونم ازم چمیدونم رو زد تو هواپیمای مراکش، ولی فکر نمی کنم جلیقه رو من میذاشتم توی چمیدون هواپیما. همیشه باید تنم باشه قاعدتاً، ولی نمیدونم واقعا قبلا داشتم یا فقط فکر خریدش رو داشتم ولی هیچ وقت نخریدم. و خلاصه این از این داستان جلیقه. خواستم دوستان ایده رو بگیرن. حالا اگه بیزنس خواستیم بزنیم منم شریک کنین حتما. و اسمش هم یه اسم خیلی خوب دارم، اسمش هست پالون. منش رو بشم پالون، چون مثل یک خری که یه چیز میذاره دوشش همه چیز تو اون پالون رو جا میگیره. اینو شما صبح به صبح که برمیدارید میذارید تو جیبت، میذارید تنتون میکنید، یعنی تمام عینکتون اونجاست، تلفنتون اونجاست، جی پی اسیتون اونجاست، همه تو همین جیباتونه. اینو بردارید برید دیگه هیچو جا نذاشتید. بنابراین اگه خواستیم اسم پالون هم بذارید، پی حالا یا دبل ای یا یه دونه ای، ال او یو ان، پالون. و خلاصه سهم امام رو هم فراموش نکنید. خواستم ایده بهتون بدم. بای.
این ویدیو رو راجع به جلیقه‌ام می‌سازم. گفته بودم که بد نیست در ایران دوستان شروع کنن یه همچین کارهایی رو کردن، جلیقه ساختن. حالا بهتون نشون میدم که این جلیقه چه چیزایی همین الان در همین لحظه وجود داره. این جی پی اس مال گارمین، این کلیدش رو البته ازش الان جدا کردم، دستی کلیدم به این وصل میشه. میریم سر جیب دوم. در جیب دوم یک دونه تسبیح از یونان خریدم برای دوستی. خب از جیب دوم میگذریم، میریم به جیب سوم. در اینجا این آیپ، هنوزم نمیدونم آیپد، آیپاد، آیچیچیه اون، و سویچ تسلا رو تو جیب این گذاشته بودم. حالا میریم به سراغ جیب چهارم. در این طرف ببینیم اینجا چی گذاشتیم. اینجا هم از که کریدیت کارت ها رو گذاشتم. بعد میریم سراغ جیب پنجم، پاسپورت اینجاست و مدارک مربوط به مسافرت و پاسپورت. بعد میایم سراغ این جیب اینجا، ناخونگیرم اینجاست که میگه چیزی لازم داشتم ببرم یا حتی ناخون اینا. بعد میایم سر این جیب اینجا، پاکت پولهای نقد و اینجور از این قبیل حرفا. بعد میایم سر جیب ششم، یک جیب خیلی عمیقیه که توش میتونه حتی از این کامپیوترهای لپتاپ مانندم تا حدی گذاشت. این من گوشه بوز مال صدا خفه کنم که تو مسافرت میذارم رو هوا، این توه. یه چیزی هم اینجاست که شما خیلی دوست خواهید داشت از محصولاتش استفاده کنید. اینم سپایه مال دوربینمه توی اون چی بود. اینجا یه کارت شناسایی هست که گم شد بگه آقا من کجا هستم، بیان به من تحویل بدن. دیگه عرضم به حضور شما، این بالاش میشه سیم کشی کرد، همون چیز سیستم بوز صدا خفه کنم میتونم از تو اینا بذارم که قشنگ همیشه آماده باشه اون بالا باشه. دیگه چی داریم اینجا؟ اینجا جیب دیگری هست که چراغ قوه توش هست. بعد این جیب اینجا توش بسته خلال دندون هست. اینجا جای خودکار و یه وسیله استایلس هست برای استفاده کردن برای کامپیوتر. اینجا جیب عینکه، این خود عینکه، این هم برای پاک کردن عینک همیشه به اونجا وصله. دیگه ببینم جیب دیگه هم هست. ما بعضی جیبا رو مثلا اینجا میتونم عینک رو میشه آویزون کنم وقتی که دارم کار میکنم، اگه نخوام چشمم باشه میتونم اونجا آویزون باشه. این پشت هم زیپ داره، دوباره میشه این پشت هم چیزای بزرگی رو در این پشتش گذاشت. یعنی من تمام جیبا رو هنوز استفاده نکردم چون لازم نبوده، ولی دارم بهتون میگم که این چقدر تعداد جیب داره و چه چیزهایی میتونه باش درست بشه. و دوستان اگه بخوان درست بکنن، اینجا هم یه دونه چیز داره در واقع از جنس عرقگیر داره که نچسبه به تن شما. به این داستان این همین، میخواستم ببینید که این همه چیز در اینجا شده و من فقط کافیه صبح به صبح اینو تنم کنم برم بیرون، همه چیز من همراهم هست.